برنامه بازی های ایران، روز و ساعتش و اینکه چه ورزشگاهی برگزار میشه رو با هم تو این ویدیو بررسی میکنیم. شما هم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سلام به دوستان عزیز، حالتون چطور؟ به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب همونطور که میدونید جام جهانی از 30 آبان شروع میشه و مرحله گروهیش تا 12 آذر طول میکشه و دیدار نهایی هم 27 آذر ماه برگزار میشه. ساعت برگزاری بازی ها به وقت ایران ساعت 13:30، 16:30، 19:30 و 22:30 هستش. تیم کشورمون اولین بازیش رو 30 آبان انجام میده که بازی انگلیس با ایران هستش توی ساعت 19:30 دقیقه. بازی دومش 4 آذر ماه با برنده پلی آف اروپا که یکی از تیم‌های اوکراین و ولز و اسکاتلند هستش برگزار میشه که این بازی ساعت 16:30 دقیقه برگزار میشه. و اما بازی سوم و یکی از مهمترین بازی‌های ایران 8 آذر برگزار میشه که مقابل آمریکاست و در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران برگزار میشه. با توجه به نزدیک بودن قطر به کشورمون ساعت بازی‌ها هم ساعت خوبیه و مثل جام جهانی برزیل نصف شب بازی‌ها برگزار نمیشه. اگرم ایران توی مرحله گروهی بتونه صعود بکنه و به مرحله حذفی را پیدا کنه، توی مرحله حذفی با تیم اول یا دوم گروه A بازی میکنه که اگه تو گروه خودش اول بشه با تیم دوم گروه A و اگه تو گروه خودش دوم بشه با تیم اول گروه A بازی میکنه که یکی از تیم‌های قطر، اکوادور، سنگال و هلند هستن. اما بریم سراغ ورزشگاه‌های میزبان ایران. بازی اول ورزشگاه جام جهانی از سامه هستش که یکی از 8 ورزشگاهی هستش که برای مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 طراحی شده و در نزدیک فرودگاه بین المللی حمد قرار داره. سازه ورزشگاه با الهام از کلاه سنتی عربی که عرقچین هستش طراحی شده. بازی دوم تیم ملی در ورزشگاه احمد ابن علی که استادیوم خانگی تیم فوتبال الریان هستش برگزار میشه. این ورزشگاه 44,000 نفر گنجایش داره و توی سال 2015 پس از تخریب ورزشگاه قبلیشون ساخته شده. اما ورزشگاه سوم استادیوم بین المللی خلیفه هستش که میزبان آخرین بازی ایران توی مرحله گروهی که اسم این ورزشگاه از نام امیر سابق قطر گرفته شده. فینال جام ملت‌های آسیای 2011 هم توی این ورزشگاه برگزار شده. با آرزوی موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون امیدواریم که از گروهش صعود بکنه و نتایج خوبی بگیره. ممنون از همراهیتون با این ویدیو، امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید و اوضاع احوال به کامتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.